حقیقت زیبایی را بدون این که بتوانید تعریف کنید خوب درک میکنید. زیبایی چیه؟ منطق از اینجا وارد میدون میشه. الان برای ما انگیزه پیدا شده که ببین علت این کشتار چیست. على آل الطيبين الطاهرين المعصومين. دو مسئله را این شب مقصد به مناسبت این شب بسیار بسیار حساس عرض کنم. یکیش این است که در تواریخ آمده سرور شهیدان امام حسین علیه السلام دو جا این جملات را فرموده. بعضی از توالت های فقط روز عاشورا این مطلب را فرموده و یا در دو مورد. اون اینه، حضرت به طرف آسمان نگاه کرد با یه حالت روحانی و ملکوتی عجیبی، فرمود این من هوان دنیا علی الله، این رأس یحیی بن زکریا اهدیه الى بقی من بقایا بنی اسرائیل و این رأسی یهدا الى بقی من بقایا بنی امیه، این بنی اسرائیل کانو یقتلون سبعین نبیین یا یقتلون انبیاء ما بین طلوع شمس و غروبها ثم یجلسون فی الاسواق یبیعون و یشترون کأنهم لم یصنعوا شیئا فامهلهم الله فاخذهم بعد ذلك اخذ عزیز انتقام. از ناچیزی دنیاست در پیش خدا، از موهوم بودن دنیاست در پیش خدا که سر یحیی فرزند زکریا به یک نابکاری از نابکاران بنی اسرائیل فرستاده شد، ذبح کردن اسرائیل را کشتن و سرش را فرستادن به یه نابکاری از بنی اسرائیل. سر من را خواهن فرستاد به یک نابکاری از آل امیه. آنان بنی اسرائیل گاهی پیغمبرانی را در چند ساعت می کشتن، بین طلوع فجر تا طلوع آفتاب. بعد می آمدن در بازار می شستن، مشغول کسب کار شد، که انهو هیچ کاری نکردن، هیچ چیزی نشد و خداوند با آنها مهلت داد، فرصت داد. پس از اون اونها را گرفت، گرفتار کرد که میتونید یه بخت و نصر و اینها اون جریانات پیش اومد. درس بزرگی که از این جمله ما میتوانیم فرا بگیریم این است که غفلت نکنیم که در نتایج کار ما مهلت‌های پیش میاد. این مهلت‌ها در جویبار زمان برای ما مطرحه که ما حوادث را، حقایق را در طول هم یکی پس از دیگری می‌بینیم. دیروز، امروز، فردا، یک سال پیش، حالا، یک سال بعد، یک قرن پیش، حالا یک قرن بعد، این در جویبار زمان پشت سر هم می آید. این فریبون ندهد. در بالا یکی در کنار دیگریه. این که یکی پس از دیگریه، ما اولاد آدم که در جویبار زمان قرار گرفته ایم، برای ما این طوره. یه مثالی می زنم
که از حتی از دید ما قضیه روشن میشه. اگر یک جای بیستید و یک قطار شطور بیاد از جلو شما رد شه، خب دومی بعد از یکی، سومی بعد از دوم، چهارمی بعد از سوم، پنجمی بعد از چهارم حرکت میکنن. فرد هم میکنیم که حرکت اینا دایره در یک شعاع بسیار وسیع. شما میگید بله اون اولی، بعد دوم، سوم، چهارم، یکی پس از دیگری. اما اگر رفتید از یک جای مرتفع نگاه کردید، میبینید که حرکت مثل یکی در کنار دیگریه. یعنی به همه اونا مشرفید. خدا به همه حوادث مشرفه. ای لشکریان ابن زیاد، گمان میکنید که شما به این جنایت بزرگ دست زدید؟ معنای مهلت آن است که قضیه چیزی نبود و الی همان روز خداوند انتقام میکشید. نه خیر، فامهلهم الله. برای خداوند حادثه و انتقام حادثه یکی در کنار دیگریه. یعنی در حقیقت ستمکاران دنیا، خونخاران دنیا، اونها گمان میکنن که ما بین کار اونها و ما بین انتقام که حتی اون که بعد از هفت پشتشون بروز کند در عرصه طبیعت، خیال میکنن که بله این در طول همه. از تیر آه مظلوم ظالم امان نیابد، از تیر آه مظلوم ظالم امان نیابد. پیش از نشانه خیزد از دل فغان کمان را. وقتی که شما تیر را خواستید رها کنید، اول خود این صدا میکنه، بعد میره میخوره به نشانه. پیش از نشانه خیزد از دل فغان کمان را. یک سیلی که به یک انسان زدی، اون سیلی به خودش ما خورده، منتهاش در این عالم طبیعت حوادث یکی در کنار دیگری برای ما نمایش نداره، یکی پس از دیگری. میگه بله آقا کو این. یه وقت من پیشنهاد کرده بودم، نمیخوام خیلی مفصل بشه، که آقایان بیایید یه کار آسانی، یه انقلاب فرهنگی در تمام دنیا ایجاد میکنیم با یه کار آسان. اول یک مجله را بناشا بگذاریم، بگیم شهرستان‌های ایران، دهات ایران، هر کس حادثه ای را که براش اومده بعد اکشل عملش را دیره به ما بنویسه. یه سیری زده، یه سیری به همینجا خوابوندن، به ما بنویسید. قطعا هرچی که سن بالاتر بره از این حوادث زیاد دیده. به عنوان مثال زود عرض میکنم، یکی از آقایان میگفت که موثق بود، گفت تو خونه شون گنجشک در بالای دیوار آشیانه لانه گذاشته بود و بچه هاش از تخم در اومده بودن، به اونها داشتن پرواز یاد میدادن. یه خود کاه از این کاه های دیوار ریخته بود زمین. مرد خونه اومد به زنش خیلی پرخاش کرد، گفت این رو از بین ببر، این لانه را خونه را دارن کثیف میکنن. زنه گفت که چند روز دیگه اینها بچه هاش را به پرواز در میارن، ما را میگیریم، الان کار دست نزن بشه. گفت همیشه تو با من مخالفی. رفت یک نردبان سه پله چهار پله داشت آورد گذاشت اینا، با کس که با چشمک گیره بود به ما گفت. بعد یه بیلی دستش گرفت، چون دستش نمیرسید با بیل لانه را خراب کرد. موقعی که بیل را میزد یکی از این بچه ها نصف شد، بچه های گنجک نصف رو اومد پایین. خانم حامله بود، بعد از یه ساعت شروع کرد که دلم درد گرفت. گفتن شاید خب درد زایمان است و بردن بچه را دو نصف کردن آوردن بیرون. گفت به تو گفتم یه مقدار صبر کن. این آقا داستان کنش واکنش. الله اکبر، اینقدر مطالب آقا پره در اینجا که آدم نمیره مثلا کدامش اشاره کنه. یه نفر اومد گفت من میخوام خدا را ببینم. گفتم اگر نشون بدم لجاجت نمی کنی؟ گفت نه. گفتم کنش واکنش. قطعا پشت پرده خبریست که وقتی نواختی خواهم نواخت. نه یقین بدون.
گفتم آقا بیایید یه مجله منتشر بشه، ما بگیم شهرستان ها دهات، از شاید هر کس از این حادثه ای که به سرش اومده کنش واکنش بیاد بفرسته، مدتی به این منوال بگذره، بعد وقتی منعکس شد که چنین جمع‌آوری هست در تابستان بچه ها که تعطیلشون شد دانش آموز دانشجو بفرستیم یه ضبط صوت دستشون برن این دهات و شهرستان ها. تصور کردیم 1,000,000 اینطور حادثه را میشه در یک نسل 45 ساله جمع‌آوری کرد. 1,000,000 حادثه. اینها را تصور کنید، هر عرشبت که هر حادثه یه صفحه باشه، 500 صفحه دیدیم 2,000 جلد دایره المعارف میشه که نزن خواهی خورد. میفهمی یا نه؟ گفتم منم مقدمش می نویسم آقا تصادفاً ای اونهایی که کلمه علم را خط می گرفته اید و همه چیز را قربانی این کلمه بیچاری سافساده بی تقصیر، همه ما می پر علم را دوست داریم ولی از علم چه استفاده می خواهیم بکنیم؟ باشه بسیار آیان گفتید که از نظر علمی بسیار تصادف، اولا تصادف محال و ثانیم من قول میدم مینویسم تصادفاً 1,000,000 حادثه در این چند سال اتفاق داده، زدن خوردن